به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام خدمت مخاطبین عزیز فرادرس، خانوم ها و آقایان بزرگوار. من حسین مقصودی، مدرس رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور و دانشجوی مقطع دکترای مدیریت گردشگری هستم و بسیار خوشحالم که با یک مجموعه آموزشی دیگر تحت عنوان آموزش گردشگری روستایی در خدمت شما عزیزان خواهم بود. ما با مبحث آشنایی با روستا و مفاهیم اون در خدمت شماییم و قراره که با مفهوم روستا کمی بیشتر آشنا بشیم. برای پرداختن به اولین موضوع میریم سراغ نگاهی به مفهوم روستا. ما واژه روستا رو در زبانهای مختلف با عبارات و واژه‌های مختلفی بیان می‌کنیم. به عنوان مثال در زبان اوستا ما روستا رو با عنوان دخیو می‌شناسیم. همچنین در پارسی باستان کسانی که می‌خواستن واژه روستا رو به زبون بیارن از واژه سرزمین برای این مفهوم استفاده می‌کردن. در زبان پهلوی واژه روستا با عبارت ده ازش یاد می شده که اشکال مختلفی از واژه روستا رو ما در زبانهای مختلف می تونیم داشته باشیم و نگاه مختلفی از پرداختن به واژه روستا رو در زبانهای مختلف می تونیم اینجا ببینیم. اما ده یا روستا از ایام قدیم به تعبیر یک واحدی بوده که شکل اجتماعی داشته و در قالب یک تشکیلاتی خودش رو نشون میداده که در این ساختار اجتماعی افراد اون منطقه که ما ازش تحت عنوان ده یا روستا یاد میکنیم یک همکاری متقابلی رو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و یا سیاسی با همدیگه داشتن و این همکاری های چند جانبه ساختار روستا رو یا ده رو سر و شکل میداد. شاید بتونیم اینجوری بیان بکنیم که ده یا روستا از قدیم الایام اساس زندگی اجتماعی ایرانیان بوده. اونچه که ما به عنوان نحوه تعامل و ارتباطات اجتماعی ایرانی ها و مردم با همدیگه میتونیم بیان بکنیم در قالب روستا تداعی پیدا میکرد و خب از اونجایی که سرزمین ما و کشور ما از ابتدا با مفهوم روستا شکل گرفته و بعد یواش یواش ما به شهرنشینی رسیدیم، میتونیم بگیم که اون ساختار تعاملات اجتماعی در قالب ارتباطاتی که در بین روستاییان وجود داشته شکل گرفته و به درستی میتونیم اشاره بکنیم که زندگی اجتماعی ایرانی ها اساس و پایه اون رو در روستا و ده ببینیم. روستا یک محدوده ای از جغرافیاست که بر اساس واحدهای اجتماعی کوچکی که اون رو تشکیل دادن که این واحدهای اجتماعی کوچک مرکب از خانواده‌های متعددی هستند که این خانواده‌ها طبیعتاً در قالب ارتباطات عاطفی و احساسات مشترک با همدیگه رابطه دارند و در مسیر تأمین نیازهای خودشون فعالیت‌هایی رو انجام میدن. یه بخش مهمی از این فعالیت‌ها بهره‌گیری از زمین و استعداد زمینه که به هر حال این بهره‌برداری از استعداد زمین یا به تعبیر دیگه کشاورزی معمولاً در درون محیط‌های مسکونی و شاید چسبیده به منطقه مسکونی و منازل روستاییان اتفاق می‌افتاده. چیزی رو ما شاید ازش میتونیم سراغ داشته باشیم که به عنوان فعالیت‌های کشاورزی ازش یاد میشه. روستاییان فعالیت‌های کشاورزیشون رو در جایی انجام میدن
که به طور معمول در اون نقطه زندگی میکنن و بین منطقه فعالیت های کاریشون و منطقه مسکونیشون تقریبا خیلی به لحاظ جغرافیایی فاصله ای نیست. اما یکی از مفاهیم دیگه که باید بهش پرداخته بشه ارتباط مستقیم و صریحیه که وسعت روستا با جمعیت اون داره. از قدیم الایام ما بزرگی یا کوچکی روستاها رو بر اساس جمعیت اونها مورد محاسبه قرار میدادیم. اگر قرار بود که یک روستایی رو به عنوان یک روستای بزرگ تلقی بکنیم، بر اساس جمعیتش اون رو روستای بزرگی میدونستیم، یا اگر می‌خواستیم یک روستا رو به عنوان یک روستای کوچک تلقی بکنیم، جمعیت روستا بود که اون رو به عنوان یک روستای کوچک مشخص میکرد. و در واقع جغرافیا معیار خیلی مهمی برای مشخص کردن وسعت روستا نبود. اگر قرار باشه ما مهمترین معیار تمایز و تفاوت بین شهر و روستا رو بیان بکنیم، شاید بدون تردید بتونیم اشاره بکنیم به درجه اشتغالی که بین شهر و روستا وجود داره و فعالیت‌های اقتصادی که بین این دو وجود داره. در واقع میزان اشتغال و نوع فعالیت‌های اقتصادی که بین شهر و روستا وجود داره مهمترین معیاریه که ما میتونیم بین شهر و روستا تفاوت قائل بشیم. و خب این خیلی طبیعیه و برای همگان قابل درک و فهمه که آنچه که به عنوان فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال در روستاها اتفاق میفته، خب قابل مقایسه با شهرها نیست. به هر حال فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال روستاها در مقیاس بسیار کمتری در مقایسه با شهرها صورت میگیره. جمعیت فعالی که در روستاها وجود داره، در واقع جمعیتی که مشغول به فعالیت‌های اقتصادی در روستاها هستن و طبیعتاً این فعالیت‌های اقتصادی رو در مسیر تأمین نیازهای خودشون و شاید در مسیر تأمین نیازهای بخشی از جامعه دارن انجام میدن، در قالب دو فعالیت کشاورزی و یا دامداری میتونیم اونها رو در نظر داشته باشیم که حالا فعالیت‌های دامداری یه طیف شاید متنوع‌تری به خودش بگیره که شامل صید و شکار، خود دامداری، زراعت و جنگلداری بتونیم از اونها یاد بکنیم. در واقع تمام کسانی که در مقیاس روستا مشغول فعالیت هستن، یا در کشاورزی یا در صید و شکار یا در دامداری و یا در زراعت و جنگلداری مشغول فعالیت هستن، که البته مواردی که الان اشاره کردم خدمتتون، باید مورد دیگه‌ای در قالب صنایع دستی هم اشاره بکنیم که به عنوان یک فعالیت جدید میتونیم ازش یاد کنیم، که خب این روزها میبینیم که در روستاها صنایع دستی هم یکی از اون محورهای مهم و فعالیه که در بین روستاییان اتفاق افتاده. وجه اشتراکی که همه روستاها با همدیگه دارن، وقتی میاییم و روستاها رو با همدیگه بررسی میکنیم، متوجه میشیم که تمامی روستاها در یک مورد با همدیگه اتفاق نظر دارن و به تعبیری شبیه به همن، و اون هم تخصصی بودن شغل و اشتغالی که در اون روستا داره صورت میگیره در قیاس با شهره. به تعبیری فعالیت‌های اقتصادی و محورهای اشتغالی که در روستاها داره صورت میگیره در مقایسه با شهرها خیلی تخصصی تر داره اتفاق میفته. ما در روستاها یک نوع خاص از فعالیت‌های اقتصادی رو داریم میبینیم، که خب طبیعتاً این نوع خاص از فعالیت‌های اقتصادی میتونه یک روستا رو در یک شاخه اقتصادی مشخص‌تر و شاخص‌تر بکنه و طبیعتاً میتونه مزایا و منافعی رو برای اون روستا برمقام بیاره. اگر بخوایم روستا رو از یک بعد دیگه بهش بپردازیم، باید به این نکته اشاره بکنم که روستا یک فضای اجتماعیه که در مقابله با شهرها یک تراکم
ناچیز جمعیتی داره. ما اون تراکم نسبی که در روستاها میبینیم در مقایسه با شهرها مقیاس کمتر و الگوی کمتریه، که همونجوری که در مطالب قبلی اشاره کردم فعالیت‌های اقتصادی که در روستا صورت میگیره معمولا شکل خاص و تخصصی داره که به طور معمول این فعالیت‌ها به صورت کشاورزی خودش رو نشون میده. پس به صورت خیلی مختصر روستا رو ما یک فضای اجتماعی میدونیم که تراکم نسبی جمعیتی کمی داره و فعالیت‌های اقتصادی خاصی رو در قالب کشاورزی در اون میتونیم ببینیم. این نکته هم باید بهش اشاره بکنم که در این فضایی که من بهش اشاره کردم به طور معمول بخش‌های صنعت، خدمات و بازرگانی به شدت محدود فعالیت دارن، یعنی به این شکل نیست که ما در روستاها بخش‌های صنعت، خدمات و بازرگانی نداریم. معمولاً این بخش‌ها رو خیلی به صورت محدود و کم داریم، اما اون چیزی که به صورت عمده و غالب می‌بینیم فعالیت‌های کشاورزیه. روستاها یک بستر محدودی هستند که روابط اجتماعی و اقتصادی و هویت‌های اجتماعی مشترک رو رقم می‌زنن. اگر ما قرار باشه که روستا رو تعریف بکنیم، باید به این نکته اشاره بکنیم که روستا یک محدوده‌ایه که در اون روابط اجتماعی صورت می‌گیره و در خلال این روابط اجتماعی هویت‌های اجتماعی مشترک ایجاد میشه و خودشون رو پیدا می‌کنن. در تعریف دیگری ما روستا رو میتونیم یک مجموعه مکانی و فضایی تلقی بکنیم که روابط اجتماعی و اقتصادی در اون حکم فرماه و در خلال این روابط اجتماعی اقتصادی پیوندهای محیطی و اکولوژیکی صورت میگیره که ما اون رو در قالب فضای روستا ازش یاد میکنیم. یعنی اگر قرار باشه مفهوم فضای روستا رو تعریف بکنیم، باید به عنوان یک مجموعه مکانی فضایی یاد بکنیم که روابط اجتماعی در اون حاکمه که پیوندهای محیطی رو صورت میده. در ادامه به بررسی موضوع روستا در گذر تاریخ میپردازیم. اگر بخوایم نحوه شکلگیری زندگی روستایی رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم، متوجه این میشیم که عوامل مختلفی در شکلگیری این ساختار نقش داشتن، اما مهمترین عوامل رو میتونیم در قالب جغرافیا، آب و هوا و نحوه معیشت ازشون یاد بکنیم. خب خیلی طبیعیه که جغرافیای یک روستا نقش مهمی در شکلگیری اون داشته. بسیاری از روستاها که تا امروز هم همچنان پابرجا موندن و مشغول فعالیت هستن و زندگی در اونها جاری و ساریه، محصول جغرافیای خوبشونه. یعنی در مکانهایی معمولاً قرار گرفتن که به هر حال از نظر جغرافیایی منطقه بسیار خوبی بوده و تونستن که از این جغرافیا بهره‌مند بشن، مخصوصاً در زمینه زراعت و کشت و کشاورزی. اما نکته بعدی و عامل بعدی بحث آب و هوای. آب و هوا یکی دیگه از موارد مهمه که شکلگیری زندگی روستایی رو دستخوش تغییرات بسیار زیادی کرده. چه بسا که بسیاری از روستاها در گذر زمان به دلیل وجود آب و هوای نامساعد و نامناسب از بین رفتن و دیگه هیچ اثری از اونها وجود نداره. خیلی از مهاجرت‌های روستایی به دلیل بدی آب و هوا بوده. روستاهایی رو داشتیم که در نقاطی بوده که آب و هوا خیلی بد بوده و روستایی‌ها نتونستن این شرایط رو تحمل کنن. طبیعتاً برای گریز از این شرایط بد مهاجرت کردن و روستا به مرور زمان تخریب شده از بین رفته. به خاطر همین ایجاد و شکلگیری یک روستا یکی از دلایل مهمش آب و هوا بوده و طبیعتاً ماندگاریش وابسته به شرایط آب و هوایی مساعد و مناسب بوده. مورد دیگه که باید بهش اشاره بکنیم نحوه معیشت روستاییانه. در بسیاری از روستاها که نحوه معیشت بر اساس
نوع زندگی کشاورزی بوده و خب این زندگی کشاورزی به دلیل عوامل دیگر در گذر زمان دچار مشکل شده، خود اساس و ساختار روستا هم دستخوش تغییراتی شده و ما بعد از گذشت یه مدت این زندگی روستایی رو متاسفانه دیگه نداشتیم و طبیعتاً خود روستا هم دیگه از بین رفته. به خاطر همین این نوع زندگی و نحوه معیشت یک ساختار مهم، یک دلیل مهم و یک عامل مهمه که نشون میده روستاییان به چه شکل زندگی میکنن و این به چه شکل زندگی کردن روستاییان میتونه ماندگاری یک روستا یا حتی ایجاد یک روستا رو سبب بشه و ماندگاری اون رو رقم بزنه. اما اگر بخوایم کمی عقب‌تر بریم، شاید بتونیم ریشه ایجاد روستاها رو در دوره میانسنگی بتونیم پیدا بکنیم. در دوره میانسنگی اتفاقات جالبی برای دوران تاریخی بشر میفته. ما در دوران میانسنگی با یکی از مواردی که روبرو میشیم اینه که انسان موفق میشه برای خودش خوراک فراوانی رو تأمین بکنه، در واقع از اون وضعیت قبلی که غذا کم بوده و شرایط بسیار سخت بوده میرسه به یک وضعیتی که تا حدودی میتونه که غذای مناسب و فراوان رو برای خودش تأمین کنه و از این بابت خیال خودش رو بابت غذا آسوده بکنه. مورد بعدی بحث زیستگاه‌ها و سرپناه‌های پایدار بوده. بشر که تا قبل از اون به دنبال پناهگاه‌ها و زیستگاه‌هایی بوده که بتونه خودش رو از شر خطرات محیطی فراری بده، حالا به نوعی میتونم بگم به خلاقیت این دست پیدا می‌کنه که پناهگاه‌هایی رو پیدا بکنه یا بسازه در قالب زیستگاه‌های پایدار که خودش رو از این خطرات و این حوادث در واقع دور نگه داره و همین باعث میشه که تا حدود خیلی زیادی نسبت به زندگی پایدار خیالش راحت باشه. مورد بعدی توانایی بشر برای دستیابی به کشاورزی بوده. او موفق میشه در دوره میانسنگی زمین رو صاف بکنه و متوجه استعداد زمین بشه، کشاورزی بکنه. خب این از طریق بهره‌مندی از ابزار و وسایلی که اون موقع در اختیار داشته، زمینی رو که بعضن شاید امکان کشاورزی در اون نبوده رو در اختیار خودش قرار میده و اون رو آماده میکنه برای دستیابی به موضوعی که همین اول عرض کردیم تحت عنوان تأمین غذای بیشتر. ما در دوره میانسنگی یک شواهد دیگری هم داریم میبینیم و اون هم که انسان موفق میشه حیوانات مختلفی رو در قالب حیوانات خانگی رام کنه. این رام کردن حیوانات خانگی چند تا اتفاق خوب رو برای بشر رقم میزنه. یکی این که خب اولا با رام کردن حیوانات خانگی زمینه تولید و تکثیر اونها رو در خدمت میگیره و به نوعی شاید ما میتونیم بگیم که شروع دامداری از اینجا اتفاق میفته و نکته دوم به کارگیری این حیوانات خانگی در مسیر بهره برداری از اونها برای تسطیح زمین و صاف کردن زمین برای کشاورزی و دستیابی به خوراک فراوان بوده. ما در فرایند اسکان انسان اولیه و در مرحله دومش با انقلاب کشاورزی روبرو میشیم. انقلاب کشاورزی یکی از نقاط عطف تاریخ زندگی بشره، به این دلیل که با انقلاب کشاورزی انسان تونست برای خودش غذای فراوانی تهیه بکنه و از اون مهمتر یک جانشینی رو تجربه بکنه. تا قبل از انقلاب کشاورزی انسان به دلیل دستیابی به غذا مجبور بود از نقطه‌ای به نقطه دیگه سفر بکنه، اما در این فرایند اسکان و زمانی که یک جانشین شد و در مرحله دومش موفق شد که استعداد زمین رو به خدمت بگیره، از حیوانات استفاده بکنه برای دستیابی به فرایندی در قالب کشاورزی و بتونه غذای خودش رو از درون زمین به دست بیاره. و خب این یک اتفاق بسیار بزرگ بود برای بشر که تا حدود بسیار زیادی تونست آینده بشر رو تغییر بده.
از جمله مواردی که در این دوره تاریخی میتونیم بهش اشاره بکنیم اینه که دهکده هایی که ایجاد شدن در بین کشتزارها شروع به تأسیس میشدن و این اهمیت موضوع کشاورزی رو برای روستاییان و ساکنین اون نشون میداد. محل سکونت در نزدیکی محل کشاورزی یکی از موضوعات بسیار مهم بود. این باعث می شد که یک شکل پایداری از خانواده ها رو در قالب یک فرایند اجتماعی یا در قالب یک مجموعه اجتماعی پایدار ما ببینیم و همین نقطه شروع پدیدار شدن شهرها بوده. اگر قرار باشه ما بگیم که نقطه شروع پدیدار شدن شهرها از کجا بوده، بدون تردید از به وجود اومدن روستاها بوده، یعنی اونجایی که روستاها در بین نقاط کشاورزی و در بین مزارع کشاورزی شروع به ایجاد شدن کردند و نهادهای اجتماعی پایداری رو تشکیل دادن، نقطه آغازی برای شروع شهرها شدن. اگر قرار باشه از یکی از مهمترین اصول و موارد اساسی که زندگی روستایی رو تا همین امروز نگه داشته و به عنوان یک سنگ بنای بسیار مهم ساختار اجتماعی و ارتباطات روستایی و از اون مهمتر زندگی روستایی رو حفظ کرده، بدون تردید اصول اخلاقیه. در واقع اصول اخلاقی حاکم در روستاها زمینه بسیار مهمی بوده برای اینکه چهارچوب‌ها و ساختار زندگی روستایی تا همین امروز حفظ بشه. همونجوری که در مطالب قبلی اشاره کردیم، زمانی که روستاها به وجود اومدن، با گذر زمان تونستن شکل پایدارتری به خودشون بگیرن و به تعبیر دیگه توسعه پیدا بکنن و ساختار اجتماعی و اقتصادی بهتری به خودشون بگیرن، بطن این روستاها زمینه ای رو برای ساختار جنینی شهرها به وجود آورد. به تعبیر دیگه اگه بخوام پدیده رو توضیح بدم، شاید اینجوری میتونم بگم که شروع ایجاد شهرها و توسعه اونها از روستاها شروع شد و روستاها با به وجود اومدنشون، با توسعهشون و با پایداریشون یک مسیری رو فراهم کردند برای ایجاد شهرها و در واقع شهر امروز و شهرهای امروز محصول و مدیون ایجاد روستاها و توسعه اون هستند. در ادامه به بررسی موضوع جامعه روستایی و روستا می‌پردازیم. اگر قرار باشه جامعه روستایی رو مورد تعریف قرار بدیم، باید از یک سیستمی یاد بکنیم که این سیستم در درون خودش یک پیوستگی و وابستگی رو داره که این پیوستگی و وابستگی در ابعاد مختلفی خودش رو نشون میده. به عنوان مثال در بخش‌های تولیدی، در بخش‌های توزیع یا مثلا در بخش‌های آموزشی، در بخش‌های مذهبی یا بخش‌های خانوادگی، پیوستگی و وابستگی بین ساختارهای اجتماعی و فرهنگی یک روستا می‌بینیم که شاید به تعبیری می‌تونیم بگیم که اساس شکل‌گیری روستا رو تشکیل داده و حتی معرف ذات واقعی روستا هستش. اگر قرار باشه یک نگاه کلی داشته باشیم به سیستم اجتماعی جامعه، باید به این دو مورد اشاره بکنم که معمولاً در سیستم‌های اجتماعی ما با دو بعد معنوی و مادی روبرو هستیم که خب طبیعتاً در ساختار شهری و در ساختار روستایی هم این ابعاد معنوی و مادی وجود داره. یعنی اگر ما بریم و سیستم اجتماعی شهر یا روستا رو مورد بررسی و تحلیل قرار بدیم، همین بعد معنوی و مادی رو میتونیم اونجا هم ببینیم. اما نکته دیگه‌ای که جامعه شهری و روستایی رو در تعریف یا نگاه کلی به همدیگه خیلی نزدیک می‌کنه، این پیوستگی و وابستگیه که البته در جامعه روستایی این پیوستگی و وابستگی تا حدود خیلی زیادی بیشتر از جامعه
شهری خواهد بود. اگر بخوایم بعد مادی جامعه روستایی و روستا رو مورد بررسی قرار بدیم، خب مؤلفه های مختلفی در قالب بعد مادی روستا میتونیم ازش اسم ببریم. به عنوان مثال ابزارها و وسایلی که در جامعه روستایی به کار گرفته میشه در جهت تولید، یا محصولاتی که یک جامعه روستایی تولید میکنه و اونها رو ازشون بهره برداری میکنه، عوامل تولیدی که در مسیر به دست آوردن این محصولات از اونها استفاده میشه، موقعیت اجتماعی که یک روستا داره به عنوان یک بُعد مادی تلقی میشه، اینه که یک روستا در یک ساختار کلی و در ساختار جامعه، در ساختار یک کشور از چه موقعیت اجتماعی بهره میبره، و در نهایت جمعیت یک روستا هم به عنوان یک بُعد و به عنوان یک مؤلفه مادی روستا و به عنوان شاید میتونم بگم که منبع ارزشمند یک روستا تلقی میشه. به هر حال روستاهایی که از جمعیت بیشتری برخوردارن طبیعتا میتونن خروجی های اثر بخشتری هم داشته باشن. از اون طرف اگر بخوایم بعد معنوی روستا رو مورد بررسی قرار بدیم، خب در بخش بعد معنوی روستا ما میتونیم به ارزش های حاکم بر روستا اشاره بکنیم، میتونیم هنجارهایی که ساختارهای روستا رو در بر گرفته، همینطور آداب و رسومی که بدنه اصلی روستا رو شکل داده. یکی از موارد بسیار مهم در روستاها همین آداب و رسومه که خیلی اهمیت داره، و شاید میتونم بگم که آداب و رسوم اصلا شناسنامه بسیاری از روستاهاست. سنت‌های حاکم بر روستاها که خیلی وقتا همین سنت ها به عنوان جاذبه، به عنوان یک نشان میتونه روی سینه روستا باشه و باعث درخشش اون تلقی بشه. همینطور اعتقادات حاکم بر روستا و روستاییان، اینا همگی به عنوان ابعاد معنوی یک روستا میتونیم ازش یاد بکنیم. وقتی ما صحبت از جوامع روستایی میکنیم، با سه مدل جامعه روستایی روبرو هستیم. یکی روستاهای رشد نیافته و سنتی، یکی روستاهای دوگانه و دیگری روستاهای مکانیزه و علمی که در ادامه با هر کدوم از اینها بیشتر آشنا میشیم. وقتی در مورد روستاهای رشد نیافته و سنتی داریم صحبت میکنیم، منظورمون از این روستاها روستاهایی هستند که معمولا تغییرات و رشد کشاورزی و ابعاد تولیدات در اونها خیلی کند اتفاق افتاده و معمولا ما تغییراتی رو اونجا مشاهده نمی کنیم. موضوع دیگه‌ای که اتفاق افتاده اینه که آنچه که به عنوان تولید در این روستاها صورت میگیره معمولا در حدیه که برای خود روستا اتفاق میفته و میتونیم بگیم تولیدات خودمصرفیه. مورد دیگه استفاده و بهره برداری از عوامل و امکانات تولید به شدت ابتداییه و هنوز نتونسته روستا از اون ساختار ابتدایی و اون مدل ابتدایی بهره مندی از عوامل و امکانات تولید عبور بکنه. نکته بعدی استفاده از تکنولوژیه که چیز بیشتری از بهره برداری از عوامل تولید نیست، یعنی استفاده از تکنولوژی هم باز به همون شکلی و به صورت خیلی ابتدایی دارن از تکنولوژی استفاده میکنن. مورد بعدی زمانی که ما روش‌های سنتی رو با تکنولوژی جدید با همدیگه ادغام میکنیم و شاهد روستاهای دوگانه هستیم. در روستاهای دوگانه اوضاع مقداری بهتره. همچنان روش‌های سنتی که در مطلب قبلی اشاره کردم وجود داره، اما تا حدود خیلی کمی تکنولوژی جدید هم اومده و خودش رو داره نشون میده و اهالی روستا از این تکنولوژی جدید تا حد متوسطی میتونن بگم استفاده میکنن، و خب این یه مقدار زمینه امیدواری رو میتونه فراهم بکنه. اما روستاهای مکانیزه و علمی داستانشون کمی متفاوته. خب در این روستاها امکاناتی که در مسیر تولید استفاده میشه ازشون حد اکثر استفاده و بهره‌مندی رو اهالی روستا دارن. در روستا ما با مازاد تولید روبرو هستیم که خب طبیعتاً این مازاد تولید برای فروش به نقاط دیگه‌ای
در قالب محصولات تولید شده تجاری ازش یاد میشه. یعنی ما نه تنها در اون روستاها محصولات مصرفی رو داریم و روستا داره تأمین میکنه مواد مصرفی خودشو، بلکه تولیداتی داره که خارج از روستا اونها رو عرضه میکنه و ما به ازای اونها درآمد داره و خب این خیلی اتفاق خوبیه برای روستا و روستاییان. ما زمانی که میایم تغییرات جامعه روستایی رو مورد بررسی قرار میدیم، با سه تا تغییر عمده در جوامع روستایی روبرو هستیم. اولین تغییری که باش روبرو هستیم اینه که بسیاری از خانواده ها که از یک تمکن مالی برخوردارن، تصمیم میگیرن که فرزندان خودشون رو جهت ادامه تحصیل به شهرها بفرستن. خب این در بسیاری از موارد زمینه ساز این میشه که بچه ها به شهر برن، در شهر تحصیل بکنن و خب چون با ساختار شهری آشنا میشن و عادت میکنن، دیگه به روستاها بر نمیگردن و به مرور زمان جمعیت روستایی کم میشه. مورد بعدی بحث مهاجرته. یعنی علاوه بر این که متعاقب ادامه تحصیل فرزندان یه بخش زیادی از روستا مهاجرت میکنه، بخش فعال روستا هم تصمیم به مهاجرت میکنن، چون در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی که انجام میدن متاسفانه خروجی مناسب وجود نداره و همین میتونه زمینه رو برای مهاجرت ایجاد بکنه. که یکی از موارد و یکی از تغییرات عمده‌ای که در جامعه روستایی میتونیم بهش اشاره کنیم رها کردن کشاورزیه. معمولا در بسیاری از روستاها به دلیل اینکه کشاورزی به شکل سنتی داره دنبال میشه و کشاورز نمیتونه خروجی خوبی از فعالیت‌های کشاورزی داشته باشه، کشاورزی رو رها میکنه و معمولا هم بعد از رها کردن کشاورزی چون گزینه دیگری نداره برای به دست آوردن درآمد، خب تصمیم میگیره به شهرها مهاجرت بکنه و همین باعث میشه جمعیت روستا روز به روز کمتر بشه. به مرور زمان وقتی که ارتباط بین شهر و روستا افزایش پیدا میکنه، ما داریم از روستاهایی صحبت میکنیم که ارتباط بسیار زیادی با شهرها دارن و رابطهشون رو با شهرها روز به روز بیشتر میکنن. این افزایش ارتباط اتفاقی رو که رقم میزنه اینه که تغییرات زیادی در سبک زندگی جامعه روستایی اتفاق میفته در ابعاد مختلف، چه در بعد اجتماعی چه در بعد اقتصادی، و دیگه روستاییان اون شکل سابق از زندگی رو در قالب جامعه روستایی ندارن. این باعث میشه که به مرور زمان عادات و رسوم و سننشون هم تغییر کنه. یعنی نه تنها شکل زندگی اونها در قالب اجتماعی و اقتصادی تغییر میکنه، بلکه دیگه عادات و رسومی که بدنه و پیکره اصلی جامعه روستایی رو حفظ میکنه هم متاسفانه از بین میره و ما با پدیده‌ای روبرو میشیم تحت عنوان محلی گرایی. در واقع محلی گرایی تغییر ساختارهای بنیادی فرهنگی یک روستا به دلیل تغییراتی که در کالبد اجتماعی و اقتصادی اون صورت میگیره و این هیچ دلیلی نداره غیر از افزایش ارتباط روستا با جامعه شهری. اگر ما قرار باشه بر اساس مطالبی که تا اینجا خدمت شما عرض کردم یک تعریف مفصلتری از روستا داشته باشیم، باید روستا رو به عنوان یک مجموعه زیستی مسکونی یا یک مجموعه‌ای که افراد در کنار همدیگه با همدیگه مشغول یک فعالیت زیستی هستند و این فعالیت زیستی و این نوع معیشت کاملا از نظر الگو با شهرها متفاوته. نوع فعالیتی که اتفاق میفته در این ساختار بر اساس کشاورزی، دامداری و صنایع دستی داره صورت میگیره و مهمترین وجه اون تفاوتیه که ساختار ظاهری روستاها با شهرها داره، که البته متاسفانه با توجه به ارتباط بسیار زیادی که این روزها روستاها با شهرها دارن، خب ما دیگه کمتر این تفاوت سیمای ظاهری رو میبینیم، اما به هر حال در بسیاری از روستاها همچنان این تفاوت ظاهر و سیمای روستا با شهر وجود داره. در نهایت این تفاوت‌ها و این ساختار متفاوت زمینه تنوع ساختارها و نهادهای اداری و دولتی رو در اون سبب میشه. ما آنچه که در روستاها میبینیم به لحاظ ساختارها و شکل نهادهای دولتی و اداری کاملا
متفاوته و خب همین تفاوت هم در نوع تصمیم گیری و فرآیندهای اجرایی میتونه کاملا تغییر بکنه و نوع تصمیم گیری ها رو به شکل دیگری سوق بده. در ادامه به موضوع مدل های بررسی وضعیت روستا میپردازیم. وقتی میخوایم وضعیت روستاها رو مورد بررسی قرار بدیم، از مدل های مختلفی میتونیم استفاده کنیم، اما سه مدل در بررسی وضعیت روستا معمولا رایجه. یکی مدل ماهیت دورانیه که در قالب عنوان افول و رشد روستایی هم ازش یاد میشه. یک مدل دیگه با عنوان مدل نظریه های مهاجرتی هم در بخش بررسی های وضعیت روستا هم کاربرد داره و مدل سوم مدل نظریه های ادراکی و رفتاریه. مدل ماهیت دورانی یا افول روستایی در چند بُعد میشه در موردش صحبت کرد. بُعد اولی که در ارتباط با این مدل میشه مورد بررسی قرار داد، معمولاً جاذبه هایی که محیط های شهری دارن و متاسفانه در مقابلش دافعه هایی که محیط های روستایی دارن و زمانی که اینها با همدیگه تقابل پیدا میکنن، خب میتونن اتفاقات بعدی رو رقم بزنن. مورد بعدی بحث مهاجرتیه که روستاییان زمین ساز اون میشن. شاید یکی از دلایلش همین جاذبه های شهری باشه که باعث میشه روستاییان به شهرها مهاجرت بکنن. در مقابلش دافعه هایی که روستا داره، ضعف امکانات، مشکلات متعدد، زمین ساز مهاجرت بخش روستایی میشه. در کنار اون عدم استفاده از خدمات روستایی، یعنی بسیاری از خدمات روستایی حالا در بخش های مختلف شامل ظرفیت های فرهنگی، ظرفیت های طبیعی و موارد مختلف متاسفانه بلا استفاده میمونه و این عدم استفاده از این خدمات روستایی یکی دیگه از مواردیه که در مدل ماهیت دورانی یا افول روستایی مورد بررسیه و جزء شاخصهای کلی ازش یاد میشه. ما وقتی که جاذبه های شهری و دافعه های روستایی رو مورد تحلیل قرار میدیم، متوجه این میشیم که جمعیت روستا به مرور زمان کاهش پیدا میکنه. خب خیلی طبیعیه که زمانی که روستاییان متوجه مواردی بشن که در شهرها وجود داره و براشون جذابه در مقابل ضعف‌ها و کمبودهایی که در روستا همیشه هست و همین میتونه موجبات ناراحتی روستاییان رو فراهم بکنه، به مرور زمان مهاجرت پیدا میکنن و این مهاجرت ها میتونه جمعیت روستا رو کاهش بده. از طرفی زمانی که روستاییان مهاجرت میکنن، ما با کاهش تقاضای خدمات روستا روبرو هستیم. اون چیزی که در روستاها جریان داره در قالب خدمات روستایی، که این خدمات روستایی میتونه طیف خیلی وسیعی باشه، از خدمات فرهنگی تا خدمات کشاورزی تا خدماتی که مربوط به صنایع دستیه تا خدمات انسانی و موارد دیگه‌ای که خیلی از اینها میتونه زمین ساز درآمد باشه برای روستاییان، به مرور زمان کاهش تقاضا پیدا میکنن و زمانی که این خدمات ازشون استفاده نمیشه و ما با کاهش تقاضا روبرو هستیم، متاسفانه اون چیزی که تحت عنوان افول روستاها ازش یاد میشه اتفاق میفته و دیگه روستاها به اون شکل رونقی ندارن. در مدل ماهیت دورانی یا رشد روستایی یک اتفاق دیگه هم میفته، یعنی ما فقط صرفا با افول روستا روبرو نیستیم، گاهی با رشد روستا روبرو هستیم، اما این رشد یه مقداری متفاوته. این تفاوت رشد از اونجاییه که معمولا روستاهایی که نزدیک شهرهای بزرگ هستن یه اتفاق عجیب غریب براشون رخ میده و اون همین که کسانی که در شهرها نمیتونن اسکان پیدا بکنن و توانایی مالی ندارن، شما کسی رو در نظر بگیرید که میخواد در یک شهر خونه بخره یا ساکن بشه اما توانایی مالی نداره برای اینکه در شهر بتونه ساکن بشه، به خاطر همین روستاهای نزدیک شهر رو انتخاب میکنه و میاد در اونجا ساکن میشه. اتفاقی که میفته اینه که در وهله اول جمعیت روستا افزایش پیدا میکنه. وقتی که جمعیت روستا به دلیل مهاجرت شهرنشینان
واپس خورده یا مهاجرین واپس خورده شهری افزایش پیدا میکنه، ما حالا با تقاضای خدمات روبرو هستیم.